اعتراض به طرح ضد مردمی توزیع سبد کالا در کرج، تهران و خرم‌آباد. تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان سیاسی اهل تسنن در مقابل دفتر آخوند روحانی. اعتراض والدین دانش آموزان نجف‌آباد به اخاذی رژیم آخوندی برای برگزاری نمایش‌های دهه زجر. اعتراض مردم شهران تهران. اعدام دو زندانی در ملأ عام در شیراز. جمعی از کارگران منطقه یک کرج در اعتراض به نحوه اجرای طرح ضد مردمی سبد توزیع کالا در مقابل فروشگاه‌های این منطقه تجمع کردند و خشم خود را ابراز کردند. در جریان توزیع سبد کالا در یکی از فروشگاه‌های تهران برنج‌های توزیع شده کرم خورده و فاسد بوده که مورد خشم و اعتراض مردم قرار گرفت. مردم معترض برنج‌ها را به طرف توزیع کنندگان پرت می‌کردند و به این شکل اعتراض خود را نشان می‌دادند. یک زن سالخورده در خرم‌آباد بر اثر ازدحام جمعیت در صف توزیع سبد کالا جان باخت. این حادثه دلخراش باعث خشم و اعتراض مردم شد. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی اهل تسنن روز دوشنبه 21 بهمن در مقابل دفتر آخوند روحانی در تهران تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزان در بند خود شدند. والدین دانش آموزان مقطع دبستان و دبیرستان نجف آباد اصفهان در اعتراض به اخاذی عوامل رژیم از دانش آموزان برای برگزاری نمایش دهه زجر در مقابل آموزش و پرورش رژیم تجمع کردند. کارگزاران رژیم دانش آموزان را تحت فشار قرار دادند 30 تا 100 هزار تومان برای برگزاری این نمایش ها بپردازند. مردم شهران تهران با تجمع و تحصن خود مانع تخریب فضای سبز منطقه توسط شهرداری رژیم آخوندی شدند. به گزارش دریافتی از پاوه، جمعی از کارگران شرکت سانا که در حال احداث سد می باشند در اعتراض به پرداخت نشدن 8 ماه حقوق و مزایای عقب افتاده خود اعتصاب کردند. رژیم ضد بشری آخوندی صبح امروز پنجشنبه 2 زندانی را در محله کوزه‌گری شیراز در ملأ عام به دار آویخت. این اعدام جنایتکارانه برای ایجاد فضای رعب و وحشت به ویژه در آستانه سالگرد قیام 25 بهمن 1389 است. یک مأمور سرکوبگر نیروی انتظامی در نجف آباد اصفهان هنگام تعقیب یک خودرو یک عابر پیاده را به ضرب گلوله به قتل رساند. این جنایت روز چهارشنبه 23 بهمن صورت گرفت. قربانی وحید صالحی نام داشت و 23 ساله بود. مأموران امنیتی رژیم آخوندی 5 تن از اهالی محروم دشت آزادگان در اهواز را که به دلیل فقر و بیکاری مشغول صید ماهی در حورالعظیم بودند بازداشت کردند. بازداشت این 5 نفر که روز دوشنبه 21 بهمن صورت گرفت خشم اهالی را برانگیخت.